به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بیننده های نهایت عزیز. خوشحال هستیم که در اولین شب فصل زمستان با یک دیگه از برنامه های تفریح کمدی انتقادی زنبور عسل در خدمت شما عزیزان هستیم. امید است تا ختم برنامه با ما باشین. در اولین روز زمستان آرزو داریم که دلهایتان گرم و خانه هایتان پر از مهر و محبت باشه عزیزم. خوب دوستانو، دخ پروانه په پایل کې د دل لپاره چې د چلیش بده و به مناسبت شروع زمستان یک شعر بسیار قشنگ به شما تقدیم میشه. شعر زمستانی است؟ بسیار عالی. میریم میبینیم. با هم میبینیم. سلام. خوش آمدین به بخش شعر و میری این هفته و شاعر گرامی و یک تن از شاعران گمنام را با خودمون در استودیو داریم که تقاضا کرده بودن که به مناسبت شب یلدا شعر قشنگی روی دست دارم و ما هم چون گفتیم که شب یلدا هست دلشان نشکنم به مخاطر دعوت اینا رو لبه گفتیم و گفتیم بفرمایید برنامه خودتان است. سلام خدمت شما. سلام به شما، تشکر از شما و تشکر که البته زنده دعوت ساختین به برنامه تان. بخیر. قسمی که شما همیشه در برنامه میگین که شما بیننده ها همکار برنامه باشید. بله بله. از اون خاطر است که ما زیاد چاله شدیم که مرا به برنامه تان دعوت خیر ببینید. چون ما میگیم برنامه خود ما. خیر ببینید. بله بله، برنامه کاملا از خودتان. شعر میر یک شعر به خاطر که دیشب شب چله بود، امشب روز اول زمستان بود، امشب شب اول زمستان است. ما یک شعر آماده ساختم تقدیم به بیننده ها شما. تقدیم به شما دوستای نازنین. بفرمایید. شعر گرامی شعر. بخونید. بله. درباره مطلع شعر میگین یا نه؟ بازم تو مطلع شعر شب یلدا گفتم، تو بسیار تیز گفتم، خیلی نباید به خاطر شب یلدا. شب یلدا که شب گذشته شب یلدا بود. بله. امروز روز اول زمستان است. اول جدی است. بله. شب یلدا است و ما یکسرا سر در گوشی. بله. منظور گوشی. بله گوشی. حالا خب میبینین که عادت شده اگر در تمام مجالس حتی شب یلدا هم که میری که شب یلدا خوش شب بده دور هم بشینیم صحبت بکنیم. بله است و قصه های پدر کلان ها فعلا در گوشی میبینه. همین به تلفن شب یلدا است ما یکسرا سر در گوشی. بله ظاهرا دور هم اما سر و دل در گوشی. در گوشی این طرف حسیب و نسرین کله ها در تبلت. وای 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 وای. آن طرف میثم و مسعود کله ها در گوشی. گوشی اصیلای بلا برده با کل نیست شده. وی وی. رفته با دست و سر و پا و کمر در گوشی. کل وجودش در گوشی. بله اجازه بدین گوشی رو. گوشی رو بان، گوشی رو بان. خان کاکا بغلوه در لب و چای سبز در دست. به به. نوش جان. بین هر جرعه پای کسب خبر در گوشی. چی گفتی؟ ها که نرخ چرا کم شد؟ دلار چند شد؟ که بالا رفت، روغن چند شد؟ خاله مشغول کلش بازی و ایرج پسرش. گرم چت با میثم و رعنا و سحر در گوشی. وای وای. حامد انگار که عاشق شده شاید امشب. شاید امشب. چشمش افتاده به یک قرص قمر در گوشی. قرص قمر در گوشی. در گوشی عاشق شده. بله بله. عشق بی بی جان ما. مادر کلان ما. عشق بی بی جان ما دیدن یک دابسمش است. دابسمش. هیچ جا راحت و خوش نیست مگر در گوشی. فرشته در جمع چو فکایای بد میخواند. کاش میرفت کمی مثل بشر در گوشی. یعنی کاش مثل آدم روی گوشی را کار ازش استفاده میکرد. تفلک با سر وسط دیگ خورمه افتاده. وای بیچاره تفلک. مادرش دست به لپتاپ و پدر در گوشی. اون پخته شد تفلک اونجا دادن دیگ. بله حالا کشیدان چه دیگه جات شما چی نکنید. خب حالا کشیدان چی فایده کنید سوخته شده کنید. خب اما جان اما آدمین گروپ است از این رو باید آدمین گروپ مثل هر شب بخورد خون جگر در گوشی. خب خب رئیس گروپ است دیگه. نه نه نفر کم شد زیاد شد پست ماندن نماندن. دو نفر تازه به این جمع همی پیوستن. نه سلامی سخنی هر دو نفر سر در گوشی. نم داخل اتاق هم که میشنیم که بیشه جلن بدر فقط امید کجاست؟ ساکت رفت در کجاست؟ ساکت رفت در کجاست؟ وایفای کجاست؟ کجا این صدق کار میده؟ نه خورده کلان نه پدر کلان نه 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 دست ماچ کده نه؟ روزگار شب یلدا مطلی فعالی داشت. کی کسی بود چنین از دم در درگوشی؟ درگوشی از دم در تو میده؟ دروازه نمیتوست. بدتر از چالش مانکن شده مهمانی ها. وای 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 همگی بی حرکت محو نظر در گوشی. بس هست یا بازم بخوانم برتا؟ بخوانم بخوانم شعراتم قشنگ هست خوش شما. البته ببینید یک
شعر کوتاهک میخواستم به خاطر خودت. برای من؟ به خاطر خودت. چون من همیشه شعر می تونم میبرم. خوش. خوشم میاد. خوش. خوب کاراکتر داری. خوب اجرا میکنی. شب یلدا کنار یار بودی. به او دلبسته و بیمار بودی. بله بله بله. شپش هایش گرفتی از سر شب. تو نتاق جان مگر بیکار بودی. این شعری بود که ازمش ماشد. خب قدر تقدیم 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 آخر نمیرند به تقدیم کردیم شیری بود که البته از خواهی چی پیش هم باشه زود پیدا میشه دمای رو میمیشه پایی میمیشه خب برشنش مشکل نداره هیچ گپی نیست بازم از دوست هرچه برسد نیکو است تشکر میکنیم از شاعر گرامی قدمشان سر چشمای ما و تا برنامه بعدی که دوباره با برنامه شیریمت خدمت شما برمیگردیم تک تک شما رو به خدای مهربان میسپاریم شعر شب چله بود نو خواگولی دنکو خدای دیو کرد چی استاسو ده خواخه ورد گرزی دره بسی اما براستی که تلفن تلویزیون و فضای مجازی که البته استاد صادقی میگن که فاصله ها را از بین برده و در اصل میگن فصل ارتباطات و تکنولوژی است. بله. اما فکر نمیکنین عزیزای بیننده که همین تلفن اینترنت و فضای مجازی اندکی بین مردم فاصله ها را دور انداخته محبت محبت کمتر شده بله راست میگن شما و کمتر از هم دیگر خبر میگیره استفاده نادرست دیگه به نظر شما علت چی میتونه باشه با تایید حرفای شما چرا رابطه ها کمتر شده بله با تایید حرفای شما جناب آقای موسوی اکثرا خواستند که از طریق فضای مجازی با فامیل خود نزدیک باشند بله. و خبر همدیگر خود را از طریق فضای مجازی در هر پروگرامی که هست خبر یک دیگه خود بگیرن اما اینکه آیا تلویزیون در تربیت اطفال نقش مهم داره یا نداره اینو میریم از متخصص میبینیم متخصص سلام عرض ادب خدمت شما بیننده نازنین با برنامه دکتر کربن این هفته در خدمت شما هستیم البته با تقاضای مکرر شما این بار مهمان برنامه ما از کارشناسان مجرب اطفال هستند که درباره مشکلاتشان چون شما تقاضا کرده بودین سوالات بر ما فرستاده بودین با اینا امروز مصاحبه میکنیم سلام متخصص سلام سلام بر شما گفتین که مشکلاتشان مشکلات ما نیست مشکلات مردم است مشکلات بله. اطفال ما نیست بله. خدمتتون هستیم شما سوال مطرح کنید من خدمتتون هستم زنده باشین بخیر باشین متخصص عزیز نظر به تقاضای دوستان که سوال اول گفت باید همین سوال باشن پرسان کردن که چرا اولادها در این زمانه بیگفت شدن آیا یکی از دلایل بیگفت شدن اطفال در این زمانه البته تلویزیون است به نظر شما تلویزیون میتونه که باعث باشه که باعث سازی شده باشه که اطفال این زمانه بیگفت شده باشه البته اکثر مردم امیره میگن بله والا تلویزیون اولادا رو خراب کرده نه بله 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 ما برای بیننده عزیز ما میخواستم بگم که ما میتونم که بگم هم هست تلویزیون و هم نیست ببینید هم هست و هم نیست ببینید اگر ما بخوایم بگم که واقعا تلویزیون سهم داره علت اصلی بیگفتی اولادها بله. که اولادها دیگه گپ گوش نمیکنن اولادهای قدیم که اولاد بود گپ گوش میکرد این پدر در خانه میاد که هم سلفه میکرد دیگه تو 20 سال دیگه هیچ گپ نبود یز 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 صدا نمیبرم زنده جان در صدای نیست. ترس که طفلا میبرم بله. دیگه صدای دیگه نمیبرم ولی حالا نه اولاد جن شده از چه خاطر تلویزیون ببینید یا قسمت حق میتون یا قسمت حق نمیتون مثلا میگن که اولادها چرا خراب شده تلویزیون اولادها را خراب کرده نه بله. ولی بازم زمانی که باز تلویزیون خراب میشه چی میگه اولادها تلویزیون خراب کرده بله 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 در گردن کلانا نیست دیگه اولادها حالا آمده 50% که بدر تلویزیون بله. نقش داره تلویزیون بله. نقش داره ببینید تلویزیون نشان میده اولادها را بیگفت میسازه مثلا مثلا اجازه بدین ببینید مثلا در تلویزیون نشان میده طفل طرف مکتب میره بله. کلاگش پوشیده بله. میخوای طرف مکتب بره وقتی بایکاگش میگیره میای پیش پدر پدر من مکتب میرم با پدر از او یک موج میگیره بله. مادر من مکتب میرم مادر میشه موج میکنه چی به به میکنه دکتر سر یا چه موج سر به به موج ای وقتی که تو موج کردی وقتی که موج کردی وقتی که طفل موج کردی طرف مکتب رفتن ای با طفل چی میشه چی میشه طفل بدر بازی میفهم ای توقعش بالا میره بسید بود میگه برای من تلفن بخر برای من تبلت بخر برای من کالای نو بخر برای من بایک نو بخر قدیم چی بود؟ قدیم ماش چی بود؟ عزید دایید یک ماچ پدر تفلک خدا میکرد که اونم ماچ بسیار با احساس با طعم نسوار بود با طعم نسوار بله ولی حالا در مکتب رفتنم طفل توقع داره پدر مادر اون رو ماچ کنه ایشا و وقتی ماچ کردی بازو ماکم میگیره ماکم میگیره مرا در خود مرا دوست داره قدیما پدرها ببینید پدرها با دیدیست پدرها بله. سرشون خلاص بود که اگر من ماچ کنم این سبا مرا بگه پدر مرا یک روپه ولی حالا پدر ماج نمیکنه که میفهم اگر ماج کنم حالا ماج میکنه اگر ماج کرد تبلت تلفن پیسه گیم
سلام. کجا پیدا کنه پدر؟ نظر اما اما اما, اما حالا دوباره آمدیم. بله. اینجا خب خیلی چیز داره دیگه. بله بله بله. مثلا اگه اجازه بدین از من سوال بخرید، من میخوام بریم بیننده بله. چون یک از اطفال دعوت کرده بودیم از او خاطر بفرمایید شما ادامه بدین بعد ما رو میبون بیام. طفلک دعوت اونجا چی گفتیم بشی بیگفتی که دربار آمد رفت. خب من میگم ببینید طفلای آله بیگفت شده. مثلا ما خورد بودیم وقتی طرف مکتب میرفتیم میگفتیم مادر جان برای ما نان بده. یک تو تگ نان میداد دیگه هیچ چیزی که نبود ده خانه دیگه نه. خب گوره خونه میشد جیب گوره میندازیم خود میذاریم کپگی ده جیب نمیشد میریز نه داخل روغن روغن زرد نان میذاریم میخوردیم میرفتیم. حالا چی میکنه وقتی که مکتب میره بری بیسکوت پاپول برای پاپول ساجی نه ساجی خونه میمونه در مکتب خسته نمیمونه ولی انرژی غذایی که از شام مونده از چای مونده حتی کلچه حتی کلچه در داخل بیکش میمونه و این میره و این میره به مکتب و ما چی میکنیم و ما چی میکنیم وقتی که نانا میخوردیم حالا تفلکا ببین تلویزیون در تلویزیون نشان میده که تفلکا وقتی که مکتب میره با موتر عمله میره بله بله. و این باعث بدن یه توقع اولاد بالا میره و این بگفت میشه ما زمانی که میرتیم کره خلاک خود سوار میشیم میرتیم تر مکتب کره خلاک ممتیسیز میره یک جای استاد میکنیم میرتیم بجول بازی میکنیم امرای بچه ها اگر می باختیم بجولا رو دوزی میکردیم و بچه ها ما رو پیش میکرد و بچه ها ما رو وقتی چپا میکرد ما اونا رو چپا میکردیم سر ما مشترا و اقدر باز ما خیلی بودیم اقدر با اراده بودیم جنگ میکردیم بله. بجولا رو در جیب ما تخته میکردیم اونا رو جنگ میکردیم عرب بود زدن بود بوی بدر خوشی بدر همی بجول که می فهمیم بجول چی است و خاکشرا ما هم چنان بوی میده عرق هم میکردیم گشا بود کره خرق سوار میشدیم عرق خرم گد بود و میرتون وقتی مکتب رسیدیم اونجا بوی خوش یک طفل اصیل افغان میامد اما بویا گد شدم حالا این طفلا چی بوی میتن؟ غیر از اجازه بدین حالا غیر از اسپری عطر و حتی مادر و پدرها فیلم رو دیده بچه هایشان رویایشان چرب میکنن دوستایشان چرب میکنن طفل هستی؟ آی طفلک ببینین عزیزان طفل این روی آمدن کم از زیر میاین خب مشکل نداره دیگه اصلا چیرتن می جندریست بله حالا طفلای حالا عدس که فیلم سریال میبینن بله بدآموزی تلویزیون داره ببینید طفلا حالا مثلا چرت کو که نکنه دست کاکا جای نمیشه جای نمیشه چند از راه نیامده از زیر چوکی بر اومده گیست بله 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 ای طفلی است که از زیر چوکی بر اومده گیست قدیما میگفتن وای طفل است حالا اصلا گپ ما داشت ببینید پیش بیا بوی عطر میتن عطر زده بوی اسپری میتن ببینید دستای خارجی کار میکنه بله توسط فیلم ها و سریال های خراب توسط همین تلویزیون که گفتم علت اصلیش همین تلویزیون است که اطفال ما و شما را از راه بیراه میسازه و اینا بدر بیگفت میشه اطفال حالا خارج اسپری بوی میتن طفل قدیم طفل اصیل قدیم افغان دیگه او بوی شورای شو مانده دیگه نداره غیر از بدر اسپری بوی میتن عطر بوی میتن و این علتش اکثریتش از تلویزیون است خب بین در کل درباره صحبت بکنیم که متخصص نظر به صحبت هایی که شما انجام دادنی باید. در کل نتیجه گیری میکنیم که اگر اطفال بیگفت شدن پس گناه تلویزیون است دیگه ببینین گناه تلویزیون است تا یک چند فیصد ببینین طفل است جن است یه زیر میز برامدگی است اجازه بدید 50% من میتونم بگم که علت یعنی بیگفت شدن اطفال افغان تلویزیون است بله بله اما 50% دیگه پس دلیلش چیه 50% 50% دیگه 50% دیگه که و نمیفهم دایرکت از اینجا کامرمن تون برای شما چیز میکنه اشاره کرده است کامرا طرف شماست بله و 50% دیگه بیگفت شدن بدر طفلا که دیگه گبی پدر مادر قبول نمیکنه علتش تشنه است تشنه بله چرا تشنه ببینید در زمانی که ما در زمانه ما بله بله. ما قدیمی ها را میگیم بله. در زمان ما اولیای ما مثلا دو جریب زمین بود بله بله و چند خانه گنبدی که داریم دو طرف اولی در گوشه بله بله. تشنه بود بله بله. یک سگ هم بسته کردیم خوش پدر مهربان وقتی که هفته را گرفته اونجا میرفت میامد ما دیگه او را نمیدیدیم وقتی هم سلفه کده پس میامد ما قدرت و عظمت پدرم میدیدیم حس میکنیم که سلفکنان میاید که داره میاید با اون سر با غرابه کده که میاید ما از اون میترسیدیم که پدر رفت و آمد اما حالا وقتی که 80 متر 100 متر زیر بنان خانه جور میکنه بله دیوان نیم کشته به داخل 80 متر یک اتاق خواب است یک آشپزخانه یک هم و یک
و یک تشناب در داخل خانه دیوال نمخشتی سلامی کار کردگی سلامی که مادر شیخ که صدا را زیاد میکنه. بله بله. وقتی پدر با عظمت افغان حالا وقتی پدر با عظمت حالا در تشنابی که ده 80 متر زیر بنا آشپزخانه حمام اتاق خواب حال سالون و یک تشنابه خورترک ده حضور کلگی میره و این سرامیکا قسمی جور شده که صدا را انعکاس میتن خیر تکلیف هم داره تکلیف اصلا هدف ما به خاطری بود این تجربه داره اما حالا در جایی که 80 متر است و پدر در او تشناب میره میشینه سرامیکدگیست وقتی که اونجا پدر میشینه بله طفل اگر در داخل سالون هم است صدای چیز پدرت میشنوه خب فهمیدیم چی میگین شما رسیدیم دیگه بله. بله دیگه های شما بازم توقع دارین که طفل از پدر گپ گوش کردن داشته باشه دیگه این بچه نمیشه سابق نمیشه چون او صدا رو شنیده که بله. نباید میشنید بله 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 دیدین دوستا قناه تناسل شد ما میگم دیگه دایی بابت ما هیچ گفتنی نداریم یک گفتنی داریم صادق بفهمید یک گفتنی نشته این است که اگر موافق باشیم بریم یک وقفه ببینیم خب گفتنی تو نمی بوده باز خوش آمدین دوستای عزیز در بخش دوم برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم و همکارای عزیز اگر اجازه تون باشه ما یک موضوع رو می‌خواستیم یادآور شویم البته در این لحظه در بخش دوم برنامه خواستیم از طریق برنامه زنبور اصل و نمایندگی از همکارای عزیز و همکارا در تلویزیون آرزو عرض تسلیت داشته باشیم به خانواده‌های داغدار به خاطر حادثه المناک آتش سوزی تونل سالنگ و درود میفرستیم بر روی همه شهیدای عزیز این حادثه این واقعا غم کل افغانستان روح تمام شهیدان این حادثه شاد باشه و در بخش مرور به پیام های بیننده های نازنین در پیامخانه برنامه واتساپ یادآور میشیم که در مورد بیکاری مردم خیلی زیاد گلایه داشتن شکایت داشتن و درد دل داشتن گران همکارانم باور که چه کار دیر ده خب کار هر کار تر بل کار پوری فرق کنی یعنی ای تو نمیشه که همه گی پشت چوکی بیشینه و امو کار پیش ببره بله بله فرمایش شما صحیح است ولی خب هر کاری سختی و سستی خودشه داره صادقی صاحب مثلا مثل کدام کار بود؟ مثلا این کار کدام؟ بسیار زیاد خوش آمدین به دفتر مشاوره خدمات استخدام بسیار میشه اصلا تو نگفتم بسیار عالی بسیار عالی بسیار عالی به 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 ماشاءالله 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 بسیار عالی نام خدا نام خدا این اسناد کلش مربوط به شماست بسیار عالی بفرمایید خدمت شما خوش آمدید ما به خاطر مشوره دهی و پیدا کردن کار و وظیفه برای هموطنای ما می دفتر جور کردیم بسیار عالی اول تر اصلا از شما پرسان بکنم بله واسطه داری واسطه نه واسطه ندارین باور کنین که در این شرایط واسطه هم نداشته باشی پیدا کردن کار بسیار سخت است اما داره اما نظر به این نمرات برندی که من برای شما دیدم در تقدیر شما حتما یک وظیفه خیلی خوب است تشویش نکنید از زنده باشید خودت چه وظیفه دوست داری اول تر از همه؟ ما خو میخوایم که طب بخونم طب بخونی بله دکتر شوی بسیار خیلی خیلی بسیار علی بسیار خوب بسیار طب خوب است اما اگر هایش زیاد است من براتون دانه دانه میگم مشکل نداره شما باز گپ بزنید که آیا خوش میکنید یا نمیکنید طب خوب است اما بعد 8 سال درس بخونیم خب خوب که میخوان یک 3 سال هم افتخاری باز میدارید در شفاخانه کار میکنی اما تسانه بعد از 3 سال خب باز میری یک ماینه خانه اگر خود داخل شهر خود مطمئنن بر جور نمیشه پیدا نمیشه در داخل شهر حتما در میخش داکای دور بر بدن او رو بدن اونجا تو رو موظف میسازن موظف میسازن و در از او هم اگر دخش داخل اگر کدام واسطه داشته باشی اونم برد بکنم بعد از او اگر بعد از 3-4 سال اگر باز برد مریض پیدا شده به نظر من که نمیشه دیگه نظر چی هست؟ نه نمیشه ای خو نمیشه خب طب نشد؟ نه طب خو نشد انجینری هم داریم انجینری هستم انجینری خوب در داخل شهر خوب دفتن که با تو اگه انجینر شدی که به طور مثال کلا در سرت بانو یک بیل برد بتا و یک در دست دیگه یک متر بتا خب به خاطر از اینکه در داخل شهر خوب پروژه نیست نه دمی خشلاق کای دور بر در بیرون از شهر خود در بدر مصروف میکنه نگان پلچک جور میکنه نگان جوچه جور میکنی و دیگه اینکه با پشت پشت نفر هم انجینرای کلا میگردی نه میدوی پشت پشت از اینا و به نظر من خو این خو انجینری نمیشه این به نظر من خود از یک نوع مردکاری است دیگه بازم دلت نه من نه من نمیدونم برای جور بکنم نه من یک زحمت کشتم اگر از پروژه داخل شهر است اما خب دفتن داشت شما واسطه فتن داده نمیشه نه بسیار نفر اینجا واسطه دار جاده خوش مرفت ما واسطه ندارم از این خاطر خب اینال نه این نشد این نشد نه من یک درس خوندم زحمت کشتم آخرم مردی کار شد خب باش که دیگه چی وظیفه داریم اینجا این برای دیگه هم سعی بکنیم
آه بسیار عالی بسیار عالی این رو تو من به نظر به نمرات دلیاخت چهرت که من میبینم توی خوش میگونی او چی هست هنرهای زیبا دوست داری او چی رقم هست شرایطش بسیار آسان است چی شرایط زود سر وظیفه میری اما خوب اما میشی یک نقاش من نقاش میشم آه نقاش میشی بسیار یک نقاش معروف یک عمر نقاشی میکنی دیگه خودت خود میفهمی که در حساب هنر در اینجا خود کس خریدار نداره نه خود میری بدن زمین سودا میکنی موتر سودا میکنی هر چی داری نداری سودا میکنی نقاشی کده میری هیچ کس هم در قصه نمیشه کس لایت بالا هم نمیکنه دیگه در قصه نقاشی هم نمیشه خود اینجا کس در قصه هنرمند قدر نیست نه بعد از او باز اما اما روز مرد 70 سال 80 سال وقتی که نقاشی کده رفتی تو میموری ترخ کده وقتی که مرد امروز تشییع جنازه یا وقتی بعد دفن کردنت باز یگان رسم کاری بسیار مقبول مقبولت میبرایه لیکن باز اونم باز دیگه خوششان میای باز که تو نمو مشهور میشی باز که تو مشهور نشی مگم نه که بعد از مرد همین که مرد مشهور میشی نه دیگه بعد از مرگ چی کنم که باز او اخ نام ما در بین هنرمندا بیای نه چیزا اصلا با درد من نام در جمع هنرمندا یاد میشه بعد از مرگت نه نه چی کنم دیگه یم نشد نه والا ما بخی نظرم تغییر کرد ما نظر تغییر کرد ما دفتر نگرشتی دیگه برای پیدا نه ما بخی دمی درویی مانم که درس بخونم آیا یا نخونم خب درس بخونی یا نخونی مشکل نداره امی خب اگر نخونم میشه برام بگوی که امی ام پدر جان چیکار است؟ پدر من صراف صراف؟ بله صراف تو چرا درس میخونی؟ خب من میخواستم که دکتر شوم، انجینر شوم یا که یک هنرمند شوم آه بچه وقتی که پدر صراف باشه پشتی گپا اصلا نگر چطور؟ هیچ وقت زایی نکن ما برات فرم پر میکنم پیش پدرت فامیدی یک تاییدی پدرت برای من بیار اینمی که تو فقط صراف که شدی یه که فقط دمی جای ششته برد ما یک رنگ رفا فایده میرسه او چی رفت؟ فامیدی؟ نه سعیسته او گپ خواسته درست است که پدر من پیسه دار است ولی من میخواستم که اونا را تعقیب کنم یا که دکتر شوم انجینر شوم یک شخص معروف شوم ما با این خاطر او بچه تو که ما یک لگ رفم پیدا کنی بهترین موتر دورانم در زیر پایت باشه بهترین خانه مارگاه و برگاه همه چیزم داشته باشی خواه ناخواه ناخداگاه مردم تو رو دکتر سیف قاسم نگه اینجینر سیف قاسم نگه فهمیدی کار رنگه میشه برو در دقیب کار پدرت پشت اینجینری و دکتری و هنرمندی نگد که در چیز حال نانمان نمانده فرما برد میتون اینی میر برد فقط پیش پدر ببر تایید کن خلاص دیگه باز برم سو باجل پس بر فهمیدی؟ سعیست بسیار عالی بفرمایید صحیح است بله دیدم گپ شما درست است صحیح است پول مهم است اما چی؟ اما اگر هر کس مطابق به کارش، استعدادش و مو ذوقی که داره اگر کار را پیش نبره مطمئنا یک مشکل پیدا میشه مثلا چی مشکل دکتر صاحب؟ چی مشکل صاحب؟ ببینید خودتون قضاوت کنید خب سلام و علیک سلام خوش آمدید خوش آمدید به بهترین کلینیک کشور ما در خدمتتون هستم دکتر روانشناس میروانی خوش آمدید آستین تا بالا کن دکتر صاحب بیخی سرم هم زندگی سرم بیخی تلخ شده چرا؟ هیچ کارم سر نمیگیره کار سر نمیگیره؟ نه دکتر صاحب ای گومش کن ایه معلوم نست هم تو گیت چو گرنگ هستم پیش مکامدی مشکلیت حل میشه؟ ایه ایدمش بالا نمیشه سیش دکتر صاحب او فسفسه کده دست خود بسته کده این آه دست میخواین کلینیک ما کلینیک ما کلینیک ما کلینیک متخصص ما میفهمی که کلینیک ما کلینیک مخصوص می کار است دکترای ما کارش متخصص است و این وسایلی که ما داریم این آله فشار موکز بلوتوث داره خب بلوتوث داره بلوتوث داره وقتی که ما در دست خودم این آله فشار بسته میکنم ما میتونم که فشار شما را ما بگیرم ما روانشناس هستیم دکتر روانشناس هستیم ما کارهای مجرب داریم ولی بسیار خوش هستم که پیش ما مراجعه کردید زنده آله فهمیدین تکلیف ما دکتر صاحب چی است بله فشارت اینجا بسیار ابس شده نفس کنه نفر کنونش گرفته آه دکتر صاحب همه تو هستم که می این نفر کی است نفر کی است ببینید ما دوا برای تجویز نمی کنم ما گولی تجویز نمی کنم ما دکتر روانشناس هم می فهمی زندگیت انمال بمبست خورده در زندگیت یک نفر است که در زندگیت مداخله میکنه آه هسته دکتر صاحب اعصابت خراب است شو خو نداری روز بیادر فکر در جایش نیست و ای آدم کسی نیست جز امو کسی که خودش لنده است قدش دو متر سرش کل است میاد تو شانه آه هست امو تو نفر است و ای در زندگی دخالت میکنم آه مشناسم دکتر صاحب که او کی است چطور؟ به گپای ما خوب باور داریم آه دکتر صاحب زنده باشیم ما دکتر روانشناس هستیم ما متخصص هستیم ما قدرهای بسیار مجرب داریم از تر تا سر کشور از خارج آوردیم به خاطر شما یا زنده باشیم بسیار پیشرفته ببینید دیگه چی است دکتر صاحب؟
دیگه ما برای چی میگم؟ من دسته؟ دسته من چی میکنم دکتر صاحب؟ بتر دسته ببین؟ ما وقتی که فشار تا گرفتو ما تمام گبت ما میفرم آه خیر ببینین دکتر صاحب ببینی؟ نام چی هست؟ عبید است عبید عبید فشار تا دیدم نه؟ بله عبید عبید جان فالش عبید جان فالش عبید جان فالش عبید جان فالش تقدیر کنه اولش در خانه سه شغالش بلند جان اوبا جان یک بچه ساده هستی ساده میخوری ساده میگردی ساده میگشتی بلم جان دوست و دشمنی تا نمیشناسی به هر کس خوبی میکنی به تو بدی میکنه در دوغ دو خطی میکنه بلم جان ای گپا خواست واقعیت هست نه؟ حالا برفای ما ایمان داری یا نه؟ اوبا جان در تالت 27 نکاه داری بلم جان 27 ها؟ 26 هاش بیوه هست یکیش دختر خوب است او دختر چشمش کور از سرش کل از پای شل او چی بلد او بای جان او دختری که چشمش کور از سرش کل از پای شل 27 اولاد داره بلم جان خب برو خوب است همی اولادش خود زیاده 25 دختر از چاجیش روسیا کس نمیگیره اولو بلم جان دو تاش بچه هست خب بچه دارم برو شکر این دو تا بچه یکیش دیوانه هست یکی لوده اما لوده آخر تو رو میکشه بلم جان او بای جان یه چی رقم میشه دکتر سر؟ آه من اینجا چی زدم؟ ببین من این جدوله کشیدم 2-5-4 نشته کدم اصحابت معلوم است در زندگی میخوای دیگه از این حالت برای برای این دیگه دکتر سر دخالت نکنه شو خو داشته باشی آه دکتر سر روز کار داشته باشی پیسه داره باشی فقط یک توصیه میکنم برای چی کنم دکتر سر؟ صبح قد او یک حمام کن قد او یک روشی بخو در خانواده زنیت هم روی نتی میره باری پیسه را دبیرم بته مریض بعدی لطفا دوا چیز خواهی نوشته نه فقط گفتم توصیه های مرا دیگه زنده باشه خدا حافظ وقت نان از دکتر سوی اینی جالی خنده خو میکنی اما دکتر صاحب خودت برای ما بگو این فالبین بود یا دکتر در بسیاری از کارها و وظایف میبینی که شخص مسلکی واقعا در اون بخش وجود نداره استاد رضا پشت مسلکی پسلکی نگرد هر کس هم چاله داشته باشه پول پیدا کن یا شما دیگه ما فکر میکنم که همکارای عزیز از اینکه شما سر این موضوع با هم جنگ نداشته باشیم چی بهتر است که بریم یک وقفه ببینیم باز خوش آمدین دوستای نازنین در بخش سوم برنامه امید است کلیپ هایی که در بخش اول و دوم برنامه برای شما نشر کردیم مورد پسند شما قرار گرفته باشه اوکی دوستانو د یادول ورده چې موږ د واتس اپ شمیره او د یوټیوب لارې موږ خبرونه ټولې وګوري خپل نظریات او نیوکې له موږ سره شریک کړئ بله خب همکارای عزیز ممنون از صحبتایتون ولی یک موضوع نگفتم ما هیچ قصه نکردین صبح طالب که ما شما از چی قصه کنیم؟ دیگه ببینین از چی قصه کنیم؟ از شب چلا میگم از دیشب دیگه دیشب خو شما خونه بودین نه؟ همین دیشب کجا بودی صادق سر؟ خب خب من خو خانه بودم کنار فامیل ما خود شما کجا بودین؟ من؟ بله خب من طبعا نظر به رسم عنانات که معمولا شبای چلا یا شبایید میرن پیش بزرگا پیش موسفیدا پیش پدر و مادر ما هم همراه فامیل خانه آجی بیادرم بودیم خودت کجا بودی دکتر جان؟ والا استاد رضا ما خو میمان داشتیم وقتش خب نام خدا میمان داشتی استاد رضا نام خدا مردم دارد میمان داشتی حالی چرا تعجب کردین تعجب چرا تعجب ما خب گفتی که ما میمان دارستم صادق سر بودم قصه دکتر جانم قصه نفر نشونه کدام نفر او نفر میگم همین نفر بله سلام علیکم خوب است پدر جان شکر شکر زنده باش مادر جان خوب است فضل خدا زنده باشین شب چلمین بخیر بین بخیر بین قربان قدمات آ بین خانه خودتون است خانه خودتون است اجازه زن اجازه زن چی میگی اجازه کار نداره آ زن چی کار چی وی جی جی آ نه 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 او گپو دروغ است زن ذلیل من ذلیل ما زن من خود نمیترسم آ و از من میترسم پیک کنم خلاص است آ قربان چم بین خوش می خوش می قربان تو بین بخیر بین قصد قیتان شد بین بخیر بین آها چشما امروشن کی بود ده تلفن کی بود سایبا کی بود ده تلفن حالا چیز کن جورش بخیر است ما تلفن مادر پدرم بود مادر پدر چی میگفت؟ مادر پدرم قرار است بین بخیر خانه ما تو چی گفتی؟ ما گفتم که بین خوش می
اجازه شما رو نگیرم. آها بی اجازه ما برش گفتی که خوش بین. ما خو ظرفا رو شش تومن میخوام. الان جوری کردم دفعه دوم اصلا انجام میکنم. خو این کار همیشگیت است. خو خیر خیلی قربانت کشم. یه قرض دارم. بگو خو خانم مسکینی. بگو خو تو خیلی دوست دارم میترسم خو از احترام است خو. یک شب گپ. چی گپ است یک شب؟ بول چی گپ است؟ خوب خلاص شد نزن چون من فاکم شد. امین و مادر پدر من خو مادر پدر من فقط به خاطر یک شب شب چله یک ذره اگر خود اعلام میتون بشو خصوصا سلام میکنم سر بزی بیار ازو بیار نان خراب است چای خراب است اعلام میتون خود دیگه نه صبر کن تو نه از یک شب بعد باز باز ما برات تلافی میکنم چی رقم تلافی میکنی بگو تلافی میکنم برات ظرفا رو برات میشویم خانه رو پاک صفا جارو میکنم روی اولی رو برات پاک صفا کرده و واتر پمپ برات پاک صفا میشویم آها این کار همیشه گیتا یک تا سورپرایز هم برات دارم او چی است تنگشتلک تلام و خیرمون شب دستت ابو تکشیم زنه نی داری دیگه من یک چورت بزنم انگشتر گفتی دیگه اجازه پس زنگ بزنم بیاری مقصد فکرت باشه باز دل جم دل جم فکرت اینجا هی چی من برو پشت گپا نگر صد که سرت چی هم لای بخواهش خواهشی بزن بله پدر جان قربانتون بخیر باشه ما گفتم برات ما مقصد خاطر از گفتم که شما حتما باز بیاین خب منتظر شما هستم قربانتون خداحافظ شما خوش اومدی پدر جان قربان خدمات خوش اومدی مادر گلم قربانتون شم بخیر برو چای بیار بخیر زن از دیگه سر زن که سیاست نکنی سر زن که سیاست نکنی کارت خراب بود اینجا بار اینجا بار بفهمید آرس گلم آرس گلم نباشه آرس هست دیگه مادر جان شما چه آرس مرسان انسان هست سیگو بچه ایم هست از خیرات سر بچه ایم هست وزنکا همین چای دم کرده گی تو سر رنگ زیر سگ فقط رنگ چای دم کنه دیگه زیر یاد نداره چای دم کنه باید بکنه دیگه مرد خب باید سیاست داشته باشه آها با خدا کیسه کو دیگه دفعه رقمی کنی نفس تو بکشه بخه برنام تایر کن بخه کمشه او بچه بخه چرا سره اون خدا آدم میرخم سر زن که سیاست نکنی آقا جان گپ خراب میشه صدق پدرم شوم خود تو چرا با سر زن تو سیاست میکنی خب من خوب باز بچه خودت هستم دیگه پدر جان بچه ایم تو آدم بیسار مادا غیرتی بچه ما هست سریعش کس خبر نیست زن چیز که آدم از او بترسد سیاستت شوه وش کو سیاست دست ندی نه نه مادر جان من خوب باز ما طرف شما رفتیم زن وش کو وقت ندی جان مادر نه نه دلتان جان بچه ما خوشی نده بودم تو از زنید میدوزی بودی زن نه میترسه؟ سن میترسه بچه این غریبی ها چست دوره میفهمه والا اگه سرش خبر باش او از ما میترسه این کنم خلاص هست چای بگیریم چای چای بگم که دیگه شما سر چای بگیریم بگی مادر جان صدقه سر چی نمیه بگی دا خاطر اون روز بر چیزی نمیگم دا خانه باز کرد میفهم صبر کن خیر ببینید خیر ببینید خوش اومدین بسیار زیاد دیگه بسیار زیاد خوش اومدین خوب باشین که یک ذره اگه نمی قابلی پلو هم کن نان مزه‌دار خواهد کرد بخی قابلی پلو بشه نه خریدین از خیرات سر بچه‌ای هسته بیچک جان میکنه سه از کمی بچه تو سر موروس است این قابل پلاو تن بخی گل بریم از میدان آدم همون تو قابل پلاو دم میکنن بس هست بس هست سیاستان آروس گلیم خیر ببینی بریم بخیر چون امشب بریم از اون بچه دیگه من خبر بگیم بخیر ما میریم کل شکم نانه اینجا خوردیم میریم اونجا خبر میگیریم ما رفتیم بخیر بریم پدر جان ما رفتیم من میشونه شب خیر ببینی شب نمیشونه شب نمیشونه خوش آمده خدا حافظ سری من سیاست میکنی؟ سلام زن جان من یکی سلام خوب هستی؟ خرچ خانه را من میتم با سیاست سری من میکنی؟ من گیل پخته کدو چشمایت بکشم ممتا دیک پخته کنم؟ نه بعد میکنی که دیگه بخواهی اول جوری کنم سر خیلی که جوری نکن جوری کنم جوری چی میکنی بخی اول ظرفا رو بشو ظرفا رو بشو آ بخی آشپز خونه کدا بشونه خاک دست شبه بمشو آقای موسوی و استاد رضا ما خو شکر در یک فامیل یک جا زندگی میکنیم همراه پدر مادر دیگه مور و پلار من نقل لري چی مونږه غټ کړی استو باید په فامیل کې یعنی زندگی با همی خیلی یک مزه خاص داره بسیار بله صادقی صاحب ببینین مثلا صادقی صاحب همراه پدر و مادر جان شب یک جایی بودن و چقدر خوب است چقدر زیباست که ما بتونیم به هر بهانه به هر مناسبت از بزرگا از موسفیدا پدر مادر و بزرگ قوم خبر بگیریم به هر مناسبتی بریم اول پرسی همراه اونا داشت خیلی روشه میکرده اونام سر ماق دارن دیگه درست مثل این نفر آها مثل همون نفر
خوش آمدی پدر کلان. خوش ماشی؟ نازنده باشی. خوب هستین؟ خوش آمدی، خوش آمدی، بسیار خوش آمدی. سلامت باشی؟ من میگم که از خاطری که شب چله چی میگه؟ خاطر شب چله از خانه ما آمده. آه خوش آمدی. خیلی ببینی؟ امشالله که یک زمستانه پر خیر و پر برکت و پر بارش داشته باشیم. کنه خرابتون بگم؟ نه آرام باش. خب دیگم این خوب است. از شما تربوزتان سرخ برآمد، ما تربوز خریدیم سفید برآمد. ایره پدر کلان انتخاب کرده. پدر کلان انتخاب کرده؟ بله. چی میگه؟ میگه تربوزتان خوب پخته برآمده. تربوز ما پخته. من گفتم شو چله؟ دمی بانه آمدیم خانه تان دبابت تاروخ عارسی نوازن کب بدنیم. میگه عارسی را چی وقت بگیرم؟ ما عارسی دیگه نمیکنم. زن نسیبم گفتم نمیگیرم دیگه. پدر کلان تو را نمیگه عارسی نوازه تا میگه. آه 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 نوازه سیستم دیگه. کس تو را نمیگیره از خاطر نواسته آمدم که تاریخ تویش هم مشخص کنیم که چی وقت بخواهی زمستان آمد دیگه. چی میگه؟ میگه که آمدم عارسی نواسته را گپ بزنه. گپ بزنیم دیگه. عارسی کی؟ عارسی کی؟ عارسی من خدا عارسی تو. خب میفهمی؟ خب گفتم من خواهد دیدی آرزی نواسه دیگه. خب که موتو آرزی میکنیم، داماتی میکنیم. همی گفتم همی گوشکی در جور کن تختی کنی. یعنی اینم اون جوان چپا نشانه؟ این همی دور نمیکنه پدر کلان. همی جوان جای دور نمیکنه. سعید با برد من این خوش دارم یادگار پدر کلان. خب خوب هستی؟ چو میگه؟ میگه خوب هستی دیوانیم کرد. تو چی وقت بخیر بگیریم بخیر میگه؟ آلی چون خود در کوچی هستن چپ میزنی دیگه؟ میگه چرا خود در کوچی هستن چپ میزنی؟ ما در کوچه نمیزنم. خود در کوچه که نمیزنی؟ گم دور نبر گم نزدیک و جمع کن که توی نواسه چی وقت شما بخیر؟ ما پدر کلان و عروس هستم. خب؟ خب؟ اگه ما همه تفکری نکنم با مردم پشت ما گفت جور نکنم. مردم در توی نواسه چی کار داره؟ پشت گفت مردم نگرد. میفهم یک گفت؟ چی گفت؟ این کامشتان چرا قرید قرید میگونه؟ این خود زیاد شور میخوره نه تنه 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 میره شور ندی؟ چرا؟ خود شور ندی؟ پدر کلان نواسه تلویزیون تن چی داره؟ اون فوتبال مونده. خب فاینال است، فاینال آرژانتین است که در فرانسه. خب حالا مردم چی میگن؟ در منطقه ما رسم است. خب خب اینه با بگو یه میشنوه اون میشنوه در اینجا راست بس که میگه داماد خیل آرز خیل نه؟ آرز خیل که داماد خیل که در دیگه خود یه گپ که میزنه باید از جنجال شده در به اینجا تو دیگه باز بساله که باز پیش بوده گپ جور میکنه میگه باید از چند نفر به اینجا سل پرده بومین من میگم میفهمم فدر کلان نوازه خودی دیده چند یک دکم اشتاد باشی؟ 89 در سال چند هست کنی رفته بودی؟ باید در سال 22. خب اینا رو سعی کن تو پشت گپ مردم نگرد تو خوش دوی نگرد چه پشت گپ مردم نگرد نگرد یه نمی سعی کن من تو چی میگم؟ آه بگو پدر یک در خمیر سری لرزه با نشان خواهد خواهد نشان گم کن وقتی که مردم بیا در معامله ما و شما گپ بزنن ای خوش کنه مرا چهار نفر میگه که میگه توی تو کوی تو نکو بعد از ما و شما منتفیدی مردم هستی خود چنیسه تو بگی چی میگه؟ بازی رو در بازار نکش توی نواسه رو وقتش هم معلوم کنین برین از شلگر آمده یک گزاله برداخیم داریم وقتش هم معلوم که بخواهی توی کنیم ما میگردیم پشت مردم میگه تاریخ عروسی رو معلوم که کل چیز آماده است برین گوش آمیده نه میگردیم پشت گپ مردم هم میگردیم ما دوست داریم مردم داریم تو هنوز پشت گپ مردم میگردی؟ آه با مردم پشت مردم گپ میزنه اولوزوالی خود این نمیگه که مردم اولوزدار بود پشت گپ مردم میگرده زندگی رو خراب نکن زندگی نواسه رو خراب نکن چی میگه؟ راست میگه گپاش بجاست دگه صحیح شد؟
خیمه میرون میره برو بخیم میرون زودتر برو برو خواهی توی چطور میشه؟ با گب نزنی مال خاطر گب زدن آمده دیگه پدر کلا مال نزدیک چاش دست میخوای چاش کنه اینجا تب تب کنه سر بابا خب گبت خلاص کن دیگه با ما میم خاله تال گب میزنیم سعی کن پوشین گبی مردم نگر سیالداری مردم نکن چی میگه؟ میگه پشت گپ مردم نگرد اگه پاش گوش بگی گپای خوب خوب زده رو ایت پدر کلا من مردم دارستم اولوستارستم اولوستاری دهی نیست که بدست مردم تنه دین گپ جور کنه باید کاری بکنه که مردم دانش بسته چه وفا بیدی من پشت گپ مردم میگردم من اولوستار هستم اولوستار اوهای خکسنی من تو گپ ندن بابا سازی منه میگیری مزفه چوی تو من تقره هستم خلی من چی نکو دیگه معلوم نشد چی گرفت میگه اگه فا میگم نکو اوه سری من نیرو جنجال نکو اوه خلی من سیل میکنم بطر کنم اوه بطر کنم پدر کلون چی شد دوره؟ پدر کلون؟ خدمت بیت میکنه پدر کلون؟ خدمت یه میکنه بی بی جان بیا که پدر کلون زوف کرد خب پدر کلون جان خب همون تربوزی که خریده بودن را خب کاچ کرده بودن یا کشته بودن ما شما میری نکشیم؟ خب بطالی کی؟ آقای موسوی خواهش میکنم طرف من نبینی نه نگه همکارای عزیز ببینی من خواهش میکنم میکشیم خواهش کنین چرا؟ شما دو موبین هستین یعنی شما نمیخواین که میتربوزه خواهش کنین؟ ببینین همکارای عزیز ببینی من اول یک سوال دارم از شما بسیار خواه بپرسین شب چله خب یک شب باید ماندنیست هر سال یک بار شب چله خب ما و شما بله پیش بزرگای در فامیل هستیم صد درصد شما در شب چله از بیننده عزیزم میشه که همین سوال مطرح شد همچنین منظور شما دو نفر است شب چله جمله‌ای که برای شما همیشه یادگار مانده جمله‌ای که زیاد شنیده باشین جمله مهمی که زیاد شنیده باشین و همیشه در گوش شما باشه چی است البته ما دیگه ما میگیم که یک زمستان خیلی خوب و خوش و گرم پیش رو داشته باشیم یک چیز دیگه هست چی است خوب است خوب یک مگه زمستان تیر میشه او چی رقمیش ده ده چی رقمی خود مسئله زغال صحیح است درست است زمستان داره اینا مثال یا مطلعی است که در شب چله زیاد شنیده میشه اما یک جمله دیگه است که زیاد شنیده میشه و ما کدام جمله است خب میشه برام بگین خب ما از خاطر نمیخوایم کمی تربوزه شما دیگه خواهش میکنم ما خواهش نکنم نه من خواهش میکنم که برید شما خواهش بکنین همین جمله معروفی که خودت شنیدی که قدر زیاد دلهره داری اما چی اول همون جمله رو بگین باز خواهش کنین اگر حقیقت شما بگم برای بیننده ها که شما سر من خنده نکنید نه خنده دکتر خنده نکنید ما خوش نه خدا ما چون خب سرپرستی فامیل ندارم بله شکر الحمدلله و زیادتر یعنی سرپرستی منظورم از خرج است خرج خب کلا گمرخصه آه شکر خدا است بیادر کلان است بچه کاکای کلان داریم خدا داشته باشه کلشانه کل ما شما مسافر های ماست ولی بیشتر چون خرج با ما است جمله ای که هر شب چله برای ما شما یادگار مانده ای است که میگه خاک دست رایت خیلی تربوز خوش کرده دیگه ما میترسم همین تربوز هم سفید به ایج امکان نداره که شما ایر خاج نکنین منطقه همین جمله بسم الله بگوین و شروع کنین یار امشب اگه سرخ بار آمد دیگه جمله دیگه گفتن میشه بگیریم توکل به خدا سرخ باشانی توکل به خدا من میگم امین رسانه ای نشوه امین هم سفید برای باز نه انشالله که سرخ هست نظر به تالی شما کش کنیم بیا امروز امین چی میگه چی میگه امروز امین تالیت بگیریم یک چانس دازمایش که توکل به خدا ببینیم دوستای عزیز که تالی آقا چیست بفرمایید ما میگم امروش بیا اینا میره نه خواهش میکنم بزرگ ما اینه باشه خلاص از لحاظ سینی هم شما ما نه خنده میکنیم نه گپ میزنیم هیچ کار فقط شما خواهش میکنید گپ مردم باز نه شلو گپ ما میگم ما مثال باز زنده نشو نمیشه زنده نمیشه شروع کنید دل جمع توکل به خدا بسم الله گفته خواهش کنید دیگه بسم الله ما میگم تاله ندارم نه تاله دارم باز نشه وقت به به همین طرفش خود سرخ بارست نه انشاءالله که سرخ هسته کج بریدی آقا؟ کج بریدم؟ من استرس دارم هم بوده من نمیفهم که چطور میشه؟ پوست نازک اگه باشه خود این پوست دبل هم هست خود؟ من چی دست؟ من یک کار آجوز پیش آمده من میرم بس یک دخل گوش کنی آقا مزمین چی را؟ ای راستی مصفیه دست ده؟ نکن بانش
تشکر میکنیم از تمام شما دوستان نازنین که با حوصله مندی بسیار زیاد برنامه رو تا این دم نگاه کردین یا تماشا کردین. تا هفته بعد که انشالله دوباره مهمان خانه شما میشیم، تک تک شما رو به خدای مهربان میسپاریم. تا هفته بعد، الله نگهدارتون. ای طفل نیست که از زیر چوکی بر آمدگی است، قدیما میگفتن وای طفل نیست. و ببینین مثلا در مکتب مزیاد میفتن ادامه چیست؟ زیاد میکنن. بله بله. وقتی پدری با عظمت، وقتی داخل تشناب میره، وقتی دانت مایی کری پدر وقتی اونجا است، وقتی که پدر اونجا که میشینه، این بچه ای طفل صدای چیره؟ صدای چیزی پدره. سلام علیکم دکتر. علیکم السلام. خوش آمدی به بهترین کلینیک و ما بهترین دایرکتر هستم. دوباره اشتباه گفتم؟ خب اگه میگی دوباره بیای بسیار خوب میشه. از پیش من اشتباه شد. آیا لاچال چی گفت؟ جوانو چی؟ ما که دیگه بعد نمیدونم. ما رو مزد. ما دیگه تو بگار دیدیم. بعدم نماز چی میگی؟ آه شروع شد. خب میگی جان مادر. ما تو چی؟ شروع. او عروس از اولاد مردم است. چرا سرش پیدا که کنه؟ یادی خودت رفت؟ یه جوانه آره تو خوش داری که باز نباشه این خودتونه خورشه یاد در جوانی سلام کردی بیه کمی نه تو این تو فقط بگو که بچه مغیره چیست؟ بچه مزن نمیترسه این تو بگو این تو گفت بزن آه پدر آقا بچه تو سن نمیگه گفار نمیزن اگه ما تیفون پدر پیش آروس هست باید چی وقت بگیرم بخیر میگه دیالو که دیالو نفته در کشه از سال چپ بروزم چرا میزنیم شب یلداست و یک سره خب ما اینه کن ایز دقیق نگو ما اینه کن خب ما سینو سای نکده بیدم خب دخل نگده بریم کسی روزگار نه تو نه ما پیامک های تو نمیشه میبینیم صحبت های تو نمیشه از خاطر میگم در وصف شما بله بله شب یلدا کنار یار بودی با او دلبسته و بیمار بودی بله نه این اگه بخونم بیادم امی یواق یانگا نبیگی از خود چیسته؟ دلهایتان گرم و خانه هایتان پر از مهر و دوباره میریم که اندک شد خودت کجا بودی دکتر جان؟ ما فقرست بسان آقا در نگه پا خنده نمیگنم خیلی خوب دادرش کار کرده خنده